سلام علیکم بزرگوار، بفرمایید. سلام جان، عزت زیاد، بفرمایید. قربان شما. آقای الله یاری. الله یاریم، بفرمایید. سلام سر، خسته نباشید. الله یاری. عزت زیاد، بفرمایید. صحبت می‌کنم. قربان شما، سلام. عزت. من آقای الله یاری، دیشب حدود تقریبا 35 دقیقه بابا تمیش کردم. 35 دقیقه پشت خط بودم. بعدش 13 دقیقه که برنامه تموم شده بود، هنوز به من نگفتن که برنامه تمومه. من 13 دقیقه تلفنم پشت خط بودم. حالا اشکال نداره، برای حضرت اشکال نداره. بعد از این مناظره که با این آقا کردید، این آقا لوله کشه، این آقای حسینی لوله کشه، این کسی نیست که در حدی باشه. بعد این آقا بردوش آقای خامنه ای رو با ابوبکر و با عمر و با عثمان یکی کرد. اینقدر شعورش پایین بود. تمام متوجه کردم علایری که اینا افتضاح شدن. آفرین، خدا خیرت. از برنامه اوشبتون من خیلی خوش قربان شما، از برنامه اوشبتون من خیلی خوشم اومد. من زاکر امام حسین هستم. آفرین. فقط اوشبم دیدم گفتم به بچه هم دعا که آقای علایری دعای شما گیراد. امروز هم عید بوده، به شما تحویل میدم برای اونده بدین مشهد. نشده ولی الان الان گوشید خدمتون پسر بزرگم میخواد با شما صحبت کنه. حالا قبل از اینکه پسر بزرگم صحبت کنه، شما درباره کمک کردن به شبکه بله بفرما، شما بفرما. حالا خوبی شما؟ زنده باشی. خدا باشی. حالا یه مشکل داشتیم، دوستا شما رو دعا میکنم که خدا شما رو حفظ کنه انشالله. خدا حافظ شما دوستان عزیز. من عزیز برادر بزرگوار ما که زنگ زدن از قم تشکر میکنم و دیشب ایشان منتظر بودن، ما عذر میخواهیم. بقیه دوستان عزیزم ان شاء الله لذی که زنگ میزنن درباره کمک ها صحبت کنید، خدا خیرتون بده. حالا ما ببینیم دوستان میخوان کمک کنن یا نه. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. صحبت کن جانم. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایید. آقا من حتیجان زنگ میزنم، باغدار هستم. بله بله. احاد آقا. بله. من به خاطر این کمک ایران به دولت سوریه محصولات ما به فروش نمیرسه. ما همینجوری موندیم. یه دعای بکن باید. من دعا میکنم خدا محصولات شما رو به فروش برسنم. متشکرم، خدا حافظ شما. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. عزت جان، بفرمایید. بله بفرمایید. ما آجا ها ما تاجی سرم این حاجا. زنده باشید، خدا خیرتون بده. حاجا ها ما اراده باید کمک کنن شیعیان. بله درست، باید کمک کنن شیعیان. اگه شیعه هم شیعه امیر المومنین هم باید از عمق وجودشون به شما کمک کنن حاجا ها. از عمق وجودم دارم میگم، اگه اینو با آبله کف دستم دارم میگم حاجا. آفرین، خدا خیرتون بده، خدا به شما عزت بده. حاجا ها دارم با آبله، یعنی جو و مقردارم روی چشمم حاجا ها چما بده. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المومنین و الائمه المحسنین. احسنتم، خدا خیرتون بده، خدا عزت بده باشه. متشکرم. در راز علی اگر بگیرم چه کنم؟ بله. بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم؟ آفرین به شما. فردا که کسی را به کسی کاری نیست. بله. دامان علی اگر نگیرم چه کنم؟ آفرین به شما، آفرین به شما، خدا خیرتون بده. زنده باشی برادر، خدا حافظ. زنده باشی، سلامت باشی، خدا خیرتون بده. متشکرم، خدا عافیت بده به شما، زنده باشی. سلام علیکم، بفرما بزرگوار. ممنون. سلام علیکم. زنده باشی. بله زنده باشی. سلام مبارک. سلامت باشی. شما از مدعی سکرین زاکرم پخش بکنید شوی مدعی برادر من. من اونجا روی تلویزیون چی نوشتم؟ گفتم برای همیاری میخوای زنگ بزن، زنگ بزن و الا زنگ نزن. خب فارسی متوجه شدید؟ خیلی بد شدم. بله دوستان عزیز، اگر خواستید برای همیاری زنگ بزنید، زنگ بزنید و الا بقیه امور در شبهای دیگر انشاءالله العزیز مطرح کنید، خدا خیرتون بده. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم حاج آقا، خوبه؟ سلامت باشین، خدا خیرتون بده. حاج آقا اول سر شنید که از دوار کامت خواهی من این صدا که با مخدارم دو سر بازار من باز حساب
باتمن در بعد سه ساعت دیگر همی چند رسته چند دختم تبا دارش زنگ زدیم جوابش نگرفتم که اون شاید اوخ دم داده شده داده دیم جی ولی این از بازم یک دو ساعت دیگر دادر ما باید این شاید که اگر یک اندختم دیگر این شاید که ما را دوای خود فراموش نکره و فراموش نکره اما این شاید که از محیبین احضبت دعا کنید که ما محیبین احضبت آخرات بگیرم. بله بله من ایمیل هم کسایی که پیپل کمک کردن جوابشان ندادم، رسید نفرستدم، انشاءالله من رسید رو اتانو میفرستم، خدا خیرتون بده. این سیاست آدمی تقریبا به تاریخ دو سه روان دادم، الان دو سه دیگر نفرستدم. تاریخ دو بوده یا سه بوده؟ کدامش بوده؟ یعنی دو یکی سه من خوب دقیق بردنم، دو یکی سه دو یکی $300 به چی اسم بود؟ خدیجه حسینی. باشه من الان نگاه میکنم به شما میگم. بله بله رسیده $300 تاریخ اول بود، تاریخ یک می بود. بله رسیده $300. بله دو ساعت دیگر من تاریخ حسابت خود خود نده انشاءالله این بار در چی کردم برم یه در چشم چشم زنده خدا خدا پسر شما شفای عاجل بده انشاءالله. خدا خیرتون بده. سلامت باشین. خدا حافظ شما. با خدا سلامت. عزت زیاد. ممنون. متشکرم. سلامت باشین. خدا خیرتون بده. خدا سلامتی بده. خدا عافیت. سلام علیکم بفرمایید. آقا صحبت کنید. سلام علیکم. عزت زیاد. صحبت کن جان. السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه و السلام علیک یا اهل بیت النبوه صلی الله علیه و آله و سلم. حاج آقا می‌خواستم برای کمک به حسابنده رو پشت خط بگذارید و از بینندگان عزیزم میخوام همینطوری که حاجی آقا راه صدای شما پایین شد نمیدونم تلفن شما قطع شد جانم. سلام علیکم بفرما. سلام علیکم آقای اللهیاری گل. زنده باشی مادر. انشاءالله در پناه امام زمان باشید انشاءالله و در پناه خدا و همه اطهار باشید. من الان $100 دادم چیز بیروت دادم که بدن به تو و احیانه هم پیگار هم یادی هم دلم میخواد $100 دیگه بدم. زنده باشین خدا شما قبول کنید. خیلی ناراحت شدم براتون الان اینطور گفتیم بی خدا اصلا یه برادری بیشتر دوستتون دارم. زنده باشین یه برادری بهتر دوستتون دارم. خدا شما را عزت دارم. میبینن تو سلام که میکنن هیچ زنده باشیم مادر. خدا به شما عزت خدا به شما عزت بده مادر. قربانتون انشالله خدا سلامتتون بداره انشالله امام زمان کمکتونه. خیلی متشکرم خدا به شما سلامتی بده عزت بده کمکتونه. هیچ نگران و ناراحت نباشید انشالله. سلامت باشید. خدا همیشه بنده خوبش نگهدارش. درست میفرمند کاملا درست. خیلی متشکرم خدا حافظ شما مادر. سلام نوام مریض از ایران زنگ زده گفته مریضه. بله حالا $100 میدم تو رو خدا دعا کنین برا خود شو مادرش مریضه میخواد کمرش عمل کنه. من دعا میکنم تو رو خدا یه دعایی بکنید براش. چشم چشم زنده باشی انشالله خوب بکن. چشم خیلی متشکرم خدا حافظ شما. من سرنوزر هم همیشه الان دوباره به شما میدم اشکال داره؟ نه نه اشکال نداره خدا حافظ شما. من به خدا همیشه هم صدقه که میخوایم بدیم صدقه هم به شما میدیم. سلامت باشین خدا حافظ شما. قربان خدا مریض شما را شفا بده به حق اهل بیت علیهم السلام مریض شما را چیزو تر شفا بده. سلام علیکم بفرمایید. آقا صحبت کنید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرما بزرگوار. خسته نباشید برادر. عزت زیاد خدا به شما سلامتی بده. قربان میخواستیم کمک کنیم شماره چی دارین از ایران؟ بله شما با اتاق فرمان بعد از برنامه تماس بگیرین و شماره بدن. خب همین شماره است دیگه. همین شماره بعد از برنامه زنگ بزن. بله خدا حافظ شما. زنده باشین خدا حافظ شما سلامت باشین. سلام علیکم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام سلامت باشی جان بفرمایید. بچه‌ها در مورد این کمک‌ها می‌خواستم یه چیزی بگم. بفرمایید. بچه‌ها این من خیلی شنیده زیاد که ایران خیلی پیگیری می‌کنه برای کمک‌ها. شما اگه می‌تونید از طریق تلفنی هم شده استراتژی‌ها و بهتره اعدام کنید حالا شماره‌ای که میدن خود بچه‌ها مسج بده.
خودتون اعلام میکنین، هر طوری هست بیتاره بین که در مردم مسئله بیشتر حق دست مسئله بیشتر، اما ما اینطوری فکر نمیم، ما همه چی بگیم این خط بادیم هر کار کنیم این شرط باور باشه. انشالله انشالله. من نمیدانم ولی از طریق تلفن شما چی میخواید؟ شما منظورتان چیه؟ من طریق تلفن چی کار کنم؟ من نظرم اگر در وقت موره علی هم این چنبه ای که بود اگر بفرمه هستش ما باید میره بفرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به همه که دارم شعر تو در اندیشه ما جا شدنی نیست، در کوزه که جا دادن دریا شدنی نیست، هرچند که توصیف تو ما ناشدنی نیست، تو لطف کنی ناشدنی ناشدنی نیست، تبتی که نپرداخت به نام تو تلف شد، بر خاک تو نوشتند علی در نجف شد، وای مدر مست در ایوان طلایی، احساد چه معماری انگشت نمایی، تاریخ ندیده به خود این گونه بنایی، دارد هنر شیخ بهایی چه بهایی، هر کس که تو را دید به جارو زدن افتاد، در صحن تو خورشید به جارو زدن افتاد، در خلقت تو هرچه خدا داشت عیان شد، در روز اول هرچه دلت خواست همان شد، از برکت نام تو عدن نیز عدن شد، سردار بجز نیسان تمار نداریم، ما غیر علی با احدی کار نداریم، باید که تو را حضرت منان بنویسد، در حد بشر نیست که قرآن بنویس. خیلی متشکرم جانم، زنده باشین. خیلی ممنون، خدا خیرتون با. سلامت باشین، خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید. خدمت حضرت آیت الله علی الله یاری، اعیاد رو اول تبریک میگم و سلام عرض میکنم. سلام علیکم. تشکر از برنامه بسیار شفاف شما و بطلان نظر دجالیون رو به تمام شیعیان و مردم شریف ایران تبریک عرض میکنم. زنده باشین. در مناظره شما با آقای حسینی، بطلان ولایت فقیه توسط غیر معصوم بر همگان ثابت شد. در اون مناظره آقای حسینی خود میگفتند و خب خود هم نتیجه میگرفتند. برای مثال ایشون گفتند بینندگان عزیز فهمیدن که شما نه تنها با سنی ها بلکه با شیعیان هم مخالفید، البته که ما با شما که به دروغ مانند بکریون و عمریون خود را سنی نام نهاده این البته که ما مخالفیم، اسم خود را شیعه گذاشتین و دروغ، این دروغ است، شیعه واقعی اهل بیت علیه السلام مخالف نظرات شما و بزرگ شما از قبیل آقای خمینی است، زیرا شمایید که مانند بکریون و عمریون مدعی جانشینی امامت هستید، اما شما به خدا قسم بدترید، یعنی مدعی ولایت فقیه مدعی امامت است، زیرا که آقای خمینی در نامه خود به آقای خامنه‌ای سال 66 نوشت که ولایت مطلقه الهی همان ولایت مطلقه فقیه است. وقتی شما یک فرد غیر معصوم سراپا گناه خطا رو به ولی فقیه نام می‌نهید، مخالف شیعیان هستید، چرا که یک شیعه واقعی معتقد به ولایت فقیه تحت عنوان معصوم است و در اختیارات معصوم نه غیر معصوم. چگونه می شود اختیارات حکومت اسلام رو به دست غیر معصوم سپرد؟ چگونه آقای خمینی 180 درجه مخالف نظر معصومین علیه السلام نظر داد؟ در حکومت آقای خمینی و آقای خامنه ای چه بسیار دزدی‌ها شده که برای نمونه من یه مثالشو عرض می‌کنم که خود آقای روحانی اینو اذعان کرد، از بیت المال مسلمین بود، نه پول آقای خامنه ای، 300 هزار میلیارد پول گم شده. خیلی متشکرم خواهر من، متشکرم. در باره این برنامه همیاریه خواهر من، خدا خیر. همیاری که با اینکه همیاری ما هفته گذشته کردم معزالک امروز $200 باش. دوباره دارم همیاری میکنم و خواهشم اینه ببینید این برنامه ای که الان فقط و فقط به رغم بدی، یعنی به دل دجالیون خوش نمیاد، به دل وهابیت خوش نمیاد، به دل عمریون و بکریون خوش نمیاد، این فقط تنها برنامه‌ای که جیگر حضرت زهرا رو خوش میکنه، دل آقا امام زمان رو خوش میکنه. تو رو به خدا قسم ای بینندگان عزیز، شما که میدونین این حق، این برنامه حقه، به این حق باید گفته بشه و تنها کانالی که داره توش حقایق گفته میشه تنها این کاناله. ریاری کنین به خدا قسم. من گاهی اوقات میگم از خیلی چیزا میزنم و دلم میخواد که تو این، و اگر لیاقت داشته باشم تو این برنامه شرکت میکنم که حتما همیاری کنم. خواهشم از شما اینه که این برنامه رو همیاری کنین و ببینین که اقلا نتیجهش چجوری آنن تو زندگی خودتون برمیگرده.
زنده باشی مادر. خیلی متشکرم. خدا خیرتون بده. سلامت باشی. خیلی متشکرم. خدا عافیت بده. خدا سلامتی بده. خدا عزت بده به شما. منم برایتان دعا میکنم که خداوند شما قبول کنه و انشالله اهل بیت اطهار علیهم السلام به شما زیاد عطا کنه انشالله. شما هم دوستان عزیز بیننده همونطوری که خواهر ما فرمودند که بینندگان ما مذهب ما آلت دست و یک ابزار و وسیله شده برای یک عده دنیا طلب، که اینها با لباس عالم شیعه و با لباس روحانیت شیعه بلکه با لباس مرجعیت شیعه مذهب شیعه را به فروش گرفته اند تا قیمت آن حکومتشان باشد و بهای آن ریاستشان باشد و خلافتشان باشد و مقامات اهل بیت علیهم السلام را به یک عده ظالم، به یک عده فاجر و فاسق اینها نسبت میدهند. و از جانب دیگر جماعت عمریه و سلفیه، آن جماعت هم اونها هم بر از تبلیغ بر علیه مذهب ما هیچ گونه شرم و حیایی ندارن. و بینندگان محترم، این یک جبهه هست، یک سنگر هست. خدا خیرتان بدهد که این جبهه را و این سنگر را یاری بکنید انشاءالله. خدا به شما سلامتی بده. من تلفن های شما را جواب میدهم. خیلی از شما که زنگ میزنید چون تلفن ها زیاده هست، شاید فرصت نرسه به شما که روی ایر صحبت بکنید. اگر روی ایر هم صحبت نتوانستید، مهم آن است که شما کمکتان را بکنید و اهل بیت اطهار علیهم السلام را یاری بکنید. و اگر بینندگان محترم من، اگر من این حرفایی که در این شبکه میگویم از ابطال ولایت فقیه، که ولایت فقیه باطله، یا انقلاب آقای خمینی باطل بود و کار خلاف شرع بود، اگر این حرفای من اشتباه بود و خطا بود، جماعت دجالی اینجا صف میبستن و مرا ابطال میکردن. بینندگان محترم، من که باطل گفتم این کارها را به دلیل شرعی گفتم و ادلهش را برای شما واضح روشن کردم و شما دوستان عزیز دیدید که آقای حسینی که زنگ زد به ما حدود 2 هفته پیش، شما ملاحظه کردید و دیدید که او حرفایی که میزد، یعنی اگر قزوینی هم میامد حرف بیشتر از او نداشت، اگر مصباح یزدی هم میامد حرف بیشتر از او نداشت. و این جماعت نهایت استدلالشان همون چیزهایی بود که حسینی میگفت. حالا حسینی سوادش کم بود، بعضی اشتباهاتش بسیار سخیف و مضحک بود، مانند این که حدیث را میخواست اشتباه ترجمه بکنه، مانند اون چیزها. اما دیگر این جماعت دلیل ندارند و اگر دلیل می داشتند اینها ذکر می کردند و علمای دیگر اینها تماس می گرفتند و این دعوت به مناظره ما را می پذیرفتند، چون اینها اگر در مناظره پیروز بشوند، خب این برایشان خیلی سرفرازیه. خب اینها یقین دارند که در مناظره شکست می خورند. شما الان حرف مرا ببینید، این کلمه مرا، من می گویم جماعت دجالیه بیایید با من مناظره بکنید، اگر مرا شکست دادید من قول شرف میدم، قسم به قرآن می خورم که این شبکه را ببندم. شما در ولایت فقیه، در انقلاب مسائل کلیدی اختلاف دارید بین ما و شما، در این مسائل بیاید با من مناظره بکنید، مرا شکست بدهید، مغلوب بکنید، دلیلی بیاورید که مبنای مرا باطل بسازه، بله من این شبکه را میبندم، راحت میشید دیگر. از این بالاتر چی برای شما، چی جایزه ای جماعت دجالیه؟ خب بینندگان محترم، پس حرفای من درسته و شما عالم دیگر سراغ ندارید که این حرفا را بگوید. و این خیلی مهمه. امروز دشمنی جماعت دجالیه با مذهب ما خیلی شدیده و خطری که اینها، اینو خوب گوش کنید، برای این مذهب داره، این خطر اینها از وهابیت به مراتب بیشتره. تمام مرجعیت را اینها در دست خود اینطوری اسیر گرفتند، مراجع سنتی مثلا مستقل را، این مراجع هم پیر هستند، اینها خدا به اینها عمر طولانی بدهد و خدا فرج امام عصر علیه السلام را برساند. و من دعا میکنم که امام عصر علیه السلام بیاین و این بزرگوارانی که صالح هستند و عادل هستند و عالم هستند و زاهد هستند، اینها زنده باشند و خداوند متعال سایه اینها را سر ما کم نکند. اما خب اگر اینها خدای نخواسته از دنیا بروند